سلام، خوش اومدید به جلسه ای که میخواییم در اون راجع به مهمترین مفهوم کل نظریه بازی ها برای محاسبه تعادل نقش صحبت بکنیم و اون مفهومی به نام تابع بهترین پاسخ که این ترجمه ای که من خودم کردم انگلیسیش هست Best Response Dynamic، ببخشید Best Response Function. حالا من نمیدونم که دیگه best response احتمالاً بهترین پاسخ برای ترجمه خوبی. خب بذارید من مثل همیشه برم سراغ یکی از مثال‌های قدیمی برای اینکه روی اون مثال این مفهوم رو با هم تمرین کنیم و این مثالی که میرم سراغش مثال معروف باخ یا استراوینسکی هست که دیگه حتما یادتون هست، من فرضم بر اینه که دقیق یادتونه که این بازی یک همچین شکلی بود، سوت‌هایی که بازیگرا درش به دست می آوردن که آقا باخ رو دوست داشت و خانم استراوینسکی رو دوست داشت، ولی با هم بودن و هر دو بیشتر دوست داشتن. خب حالا من سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که برای خانم، یعنی برای خانم، من میخوام تعیین بکنم که به ازای هر بازی آقا بهترین کاری که خانم میتونه بکنه چی است. خب پس من فرض میکنم که آقا بی بازی بکنه، یعنی این بازی آقا هست، در این صورت بهترین بازی که خانوم میتونه بکنه چی هست؟ خب اگر آقا بی بازی بکنه، خانوم با بی بازی کردن 2 به دست میاره، با اس بازی کردن 1 به دست میاره، بنابراین بهتره که بی بازی بکنه، درسته؟ خب اگر آقا اس بازی کنه چطور؟ در این صورت خانوم با بی بازی کردن 0 به دست میاره، با اس بازی کردن 3 به دست میاره، بنابراین بهتره که اس بازی بکنه، درسته؟ بنابراین من میتونم یک جوری بهترین پاسخ خانوم به ازای هر بازی آقا رو مشخص بکنم. خب پس من میام اسم این پدیده رو میذارم بهترین پاسخ، یعنی best response، بعد میگم که best response خانوم برای بازی بی آقا، این بی داخل همیشه مربوط به اونیه که این نیست، یعنی بازیگر دیگه بیه، یعنی best response بهترین پاسخ خانوم برای بازی بی آقا بیه و best response خانوم برای بازی اس آقا هم اسه. خب من به این تابع میگم تابع بهترین پاسخ و حالا تعریف دقیق تری که به زودی بهتون معرفیش خواهم کرد، هیچ چیزی از لحاظ مفهومی بیشتر از این چیزی که الان گفتم نداره، یعنی best response خانوم نسبت به بازی بی آقا بیه. فقط بذارید من یک تغییر عددی کوچیک توی یکی از اینها بدم، فرض کنید که در این حالت سود خانوم 1 بود، خب به جای 2. در این شرایط اگر آقا بی بازی میکرد، خانوم در هر صورت 1 به دست می آورد و بنابراین من نمیتونم تعیین کنم که best responseش بی می بود یا اس می بود. در این شرایط من تابع بهترین پاسخ رو به این شکل تعریف میکنم که هم بی و هم اس بهترین پاسخن، یعنی این دوتا دقیقا با هم برابرن و بنابراین برای اون فرد فرقی نداره که کدوم رو بازی بکنه. میگم عددها رو من الکی دستکاری کردم. در این شرایط که این دو عدد 1 باشن، تابع بهترین پاسخ شامل دوتا عنصر هست، یعنی هر دوی اینها بهترین پاسخ خانوم به اون بازی خاص هستن. خب من میخوام برم و این تابع بهترین پاسخ رو خیلی دقیق و به صورت خیلی عمومی برای همه بازی ها تعریف کنم، اما اگر یه خورده دیدید که ظاهرش ترسناکه، همیشه اینو یادتون باشه که دقیقا مفهومش همین چیزیه که من الان گفتم، یعنی به ازای هر بازیگرهای دیگه بهترین پاسخی که من میتونم بدم چی هست. خب حالا اجازه بدید من این رو پس پاک بکنم، اینهایی که تا حالا اینجا گفتیم و حتی این عنوان رو هم پاک بکنم. خب ببینید یک دوباره مروری بکنیم به عناصر بازی. من گفتم عنصر اول بازی بازیگرها، عنصر دوم بازی عملهای اکشنهایی که میتونن انجام بدن، که هر بازیگر یک مجموعه از اکشنها رو برای خودش داره. این بازیگرها آی هستن، یعنی 1 و 2 و تا ان. خب هر بازیگری عددش آیه،
که آی حد اکثر ان. آی من علامتیه که استفاده میکنم بگم برای مجموعه عملهای ممکنه بازیگر آی، یعنی همه عملهایی که میتونه بازیگر آی انجام بده. توی بازیهایی که ما تا الان دیدیم این آی برای همه یکیه، خب یعنی اکثر بازیهایی که دیدیم تا الان همه یک مجموعه عمل خاص، مثلا سنگ، کاغذ، قیچی یا باخ یا استراوینسکی، اما در حالت کلی میتونه متفاوت باشه. یعنی یک بازیگر میتونه بتونه کارهای دیگه‌ای بکنه که بقیه نمیتونن بکنن. خب بنابراین آی مجموعه عملهایی که یک بازیگر میتونه بکنه، و آی کوچیک هم که یادتون هست بازی بود که یک بازیگر خاص انجام میداد، یعنی عمل بازیگر آیام، و آمنهای آی هم که یادتون هست این عمل همه بازیگرهای دیگه بود، عمل همه بازیگرهای دیگه غیر از آی. خب که مثلا به طور خاص آیک بازی بود که بازیگر اول میکرد، و آ منهای یک بازیگری بود که همه بازیگرهای بازی بود که همه بازیگرهای دیگه داشتن میکردن. مثلا اگر اکشن پروفایل ما یا نمایه عملهای ما باشه آیک و آدو و آ سه و آ چهار، یعنی یک بازی چهار بازیگری که هر کی داره این بازی ها رو میکنه، به این ستای دوم من میگفتم آ منهای یک. خب یا مثلا به این ستای اول میگم آ منهای چهار، یعنی بازی همه بازیگرها به غیر از بازیگر چهار. خب تعریف کافیه، بریم سراغ تعریف تابع بهترین پاسخ. ببینید من میخوام تابع بهترین پاسخ رو دقیقا مثل همون حرفهایی که با هم زدیم تعریف بکنم. من اولا این تابع رو با بی نشون میدم، یعنی از بست میاد، این بهترین پاسخ بازیگر یک، این اندیسی که این پایین هست مربوط به بازیگره، شما میتونید این یک رو آی هم بکنید. بهترین پاسخ بازیگر یک نسبت به چی تعریف میشه؟ اینو شما الان باید بتونید به من بگید. من میخوام بهترین پاسخ بازیگر یک رو نسبت به بازی بقیه بازیگرها به دست بیارم، یعنی اگه همه بدونن دارن یک بازی خاص آمنهای یکی میکنن، بهترین پاسخ من چی هست؟ درسته؟ پس این میشه شکل ظاهری تابع بهترین پاسخ، و من اونو اینجوری تعریف میکنم که بهترین پاسخ بازیگر یک به بازی بقیه بازیگرها بازیه، یعنی اکشن هایی در حقیقت آیک هایی در مجموعه ممکنه همه بازی های بازیگر آیه. البته من اینجا خورده بد نوشتم، این آیک هایی در آیک بزرگ، یعنی مجموعه عمل هایی که بازیگر یک میتونه انجام بده. یعنی من به عمل هایی از ببخشید، یعنی من به عملهایی از بازیگر یک میگم بهترین پاسخش، که این دو نقطه، یعنی به نحوی که مطلوبیتی که بازیگر یک از اون عملها به دست میاره به ازای اون بازی خاص بقیه بازیگرها بیشتر یا مساوی باشه از مطلوبیتی که بازیگر یک به دست میاره به ازای هر بازی دیگه‌ای که بکنه خودش و همون بازی خاص اون بازیگرها، و این به ازای هر آیک پریمیه که متعلق به آیک هست. خب الان یه خورده این تعریف پیچیده شد، من میدونم، پس بیاید از اول با هم دیگه بریم این قسمتش رو که حتما متوجه شد. یعنی بهترین پاسخ بازیگر یک، بذارید من رنگ رو عوض کنم، بهترین پاسخ بازیگر یک نسبت به بازی خاصی از بقیه بازیگر. مثلا اگه دو بازیگر دیگه، مثلا اگه یک بازیگر دیگه باخ بازی بکنه، آقا اگر باخ بازی بکنه، در این صورت بهترین پاسخ خانوم به این بازی باخ چی هست؟ و در این حالت، در حالت این مثال، آیک برابر هست با باخ یا استراوینسکی، یعنی مجموع عملهایی که خانوم میتونه انجام بده یا باخ هست یا استراوینسکی. و در این حالت من به عملهایی از این مجموعه میگم بهترین پاسخ، که در اونها مطلوبیتی که خانوم با اون عمل خاص
و این بازی خاص آقا که مثلا اینجا باخ هست به دست میاره بیشتر یا مساوی باشه از هر عمل دیگه که بخواد انجام بده با اون بازی خاص آقا. خب من تکرار میکنم، این هیچ چیزی نیست جز اون مفهومی که با هم الان دیدیم در مثال قبل، یعنی به ازای هر بازی خاص بقیه بازیگرها بهترین بازی که من میتونم از خودم نشون بدم چی هست. برای اینکه این مشخص تر بشه برامون، من فکر کنم الان از نون شب واجب ترینه که یک مثال با هم حل بکنیم. پس بذارید من برم سراغ یک مثال. خب فرض کنید من یک همچین بازی دارم، یعنی بازیم این شکلیه که بازیگر یک من میتونه دو تا بازی بکنه A یا B، و بازیگر دو من میتونه سه تا بازی مختلف کنه C, D و F، و سودی که اون پیافی که بازیگرها به دست میارن این شکلیه، یعنی در حالت A و C 1 و 1، در این حالت 1 و 0، در این حالت 0 و 1، در این حالت 1 و 0، در این حالت 0 و 1، و در این حالت هم 1 و 0 هست. خب من الان میخوام این تابع بهترین پاسخ رو برای بازیگری 1 تعریف بکنم. خب تابع بهترین پاسخ برای بازیگر 1 به ازای عملهای مختلف بقیه بازیگرها تعریف میشه که اینجا فقط یک بازیگره و اون هم بازیگر 2ه. پس این مساوی میشه با تابع بهترین پاسخ برای بازیگر 1 به ازای بازی های مختلف بازیگر 2. چند تا بازیگر داره بازیگر 2؟ دو تا، درست؟ ببخشید 3 تا، C, D و E. در نتیجه من باید به ازای هر 3 تا این رو تعریف بکنم. الان بیایید دونه دونه بریم. B1 یعنی بهترین پاسخ بازیگر 1 به بازی C بازیگر 2 چی هست؟ یعنی اگر بازیگر 2 C بازی بکنه، بازیگر 1 اگر A بازی بکنه 1 به دست میاره، اگر B هم بازی بکنه 1 به دست میاره. بنابراین بهترین پاسخش هم A هم B، یعنی براش هیچ تفاوتی نداره که کدوم رو بازی بکنه. خب حالا B1 D چی هست؟ من مطمئنم اینو دیگه خودتون سریع میتونید بگید دیگه. اگر 2D بازی بکنه، بازیگر 1 با A بازی کردن 1 به دست میاره، با B بازی کردن 0 به دست میاره. بنابراین بهترین پاسخش اینه که A بازی بکنه، یعنی بهترین پاسخ بازیگر 1 به بازی D بازیگر 2 A، و در نهایت بهترین پاسخ بازیگر 1 به بازی E بازیگر 2 شما میتونید نشون بدید که هست B، یعنی به نفعشه که اگر بدون بازیگر 2 E بازی کرده اون هم E بازی بکنه. بنابراین من الان تابع بهترین پاسخ رو برای بازیگر 1 به طور کامل تعیین کردم. بازیگر 1 من الان میدونه که بهترین پاسخش به هر رفتار بازیگر 2 چی هست. بیایید همین کار رو برای بازیگر 2 هم به عنوان تمرین بکنیم. بهترین پاسخ بازیگر 2 برای بازی همه بازیگران به غیر از خودش، که در حقیقت اینجا فقط میشه بازیگر 1، چی هست؟ خب باید به ازای هر بازی بازیگر 1 این رو حساب بکنیم. الان بهترین پاسخ بازیگر 2 به ازای A، یعنی اگر بازیگر 1 A بازی کنه چیه؟ در این صورت اگر بازیگر 2 C بازی کنه 1 به دست میاره، اگر D بازی کنه 0 به دست میاره، و اگر E بازی کنه هم 1 به دست میاره. پس به نفعشه که یا C بازی کنه یا E، چون در هر دو حالت 1 به دست میاره. خب و بهترین بازی بازیگر 2 در مقابل بازی B بازیگر 1 چی هست؟ اگر بازیگر 1 B بازی کنه، بازیگر 2 با C بازی کردن 0، با D بازی کردن 1، و با E بازی کردن مجدداً 0 به دست میاره. بنابراین به نفعشه که فقط D بازی بکنه. بنابراین این هم میشه توصیف کامل تابع بهترین پاسخ بازیگر 2، و ما الان تونستیم بهترین پاسخ هر دو بازیگر رو در این بازی حساب بکنیم، و دیدید که تابع بهترین پاسخ هیچ مفهوم پیچیده ای نیست، یعنی فقط داره میگه که بهترین پاسخ هر بازیگر برای همه حالت بازیگرهای دیگه چی هست. شما اصلا میتونید این تعریف رو اگر متوجه نشدید کلن بیخیال بشید و با همین مفهومی که یاد گرفتین پیش برین. خب فکر میکنم برای امروز کافیه، و در ویدیو بعد
با کاربرد اصلی تا به بهترین پاسخ برای پیدا کردن تعادل مش در خدمتتون خواهم بود. پس فعلا خداحافظ.